دفعه این عمود الف را بتایی هستیم بالای صفحه. گره و خروره یاد گرفتیم همراه با ازرا بالا اومدند به ارس اسرائیل، گریم ها و قلام هایی که آزاد شدند. خروره یعنی عبادیم شخراریم. گمار میپرسه مینال آن از کجا میدونیم که اینها با ازرا بالا اومدند؟ آمر رو خیستا، رو خیستا میفرماید ده آمر قرا، پاسخ گفته اونایی که گماراشون پاسخ کامل رو میاره کنار گمارا، ابتدا پاسخ میگه و یوخلو بنی اسرائیل هشاویم مهگولا، خوردند اسرائیلایی که برگشته بودن از گالوت قربان پسخ رو، و خل هنیودال میتومعت گویه هارت علیهم، که یعنی گریم ها و غلام هایی که آزاد شده بودن از عبودازارا، یعنی عبودازارا پرستیده بودن، بعدن اومدن جدا شدن از این تومعه عبودازارا، اومدن و اسرائیل شدن. از اینجا یاد میگیریم که اینها هم، این غلام های آزاد شده و گریم ها هم، جزوی از اشخاصی بودن که با ازرا بالا اومدن. ممزره از کجا میدونیم که با ازرا بالا اومدن؟ مینالان دیختیب میفهمید پاسوق و ایشمع سنبلت هخوری، شنید سنبلت هخوری و توویا ها عبد ها امونی، و توویا غلام امونی که بیان چیکار کنن؟ دیوارهای یروشالایم رو بسازن. اختیب بعد پاسوق میگه که ربیم بی یهودا و علی شبوعا لو، اشخاص زیاد بودن تو یهودا، کسایی که عهد بسته بودن با این توویاها اود، کی خاتان هو لیشخنیا بن آرخ، چون داماد یه شخص اسرائیل بود، ویهوخانان بنو، و پسرش ویهوخانان که اونم گوین بوده، لاقخ ات بت مشولام بن برخیا، اومده بوده دختر یه اسرائیل رو گرفته بوده. قاسا ور عبد کوخاویم و عبد هبا البت اسرائیل عبدت ممزر، و تانای میشنای ما شیتش اینه که گوییم و غلام وقتی رابطه دارن با دختر اسرائیل بچه ممزر میشه. از اینجا که منو خواهد ثابت بکنه که ممزریم ها هم بالا اومدن با ازرا، که من میگه هنی خال مندامر حبلت ممزر. خب تونستی ثابت بکنی طبق مندامری که میگه بچه گوییم و عبد با بت اسرائیل ممزره، الال مندامر حبلت کاشر، ولی طبق مندامری که میگه ما دنبال مادر میریم، مادر اسرائیله، بچه کاشره، میکال میمر، چجور میخوای ثابت بکنی که ممزریم ها با ازرا بالا اومدن؟ و تو علاوه بر این میمیت حووله بنه، از کجا معلوم که اینها بچه دار شدن؟ فقط پاسوق اینجا میگه که اینها زن اسرائیل گرفتن، دیل مالو حووله بنه، شاید اینجا فرزنددار نشدن. و تو علاوه بر این میمیده ها خواهولهو اوسلیقو، از کجا معلوم که اینا تو بابل بودن و بالا رفتن ارس اسرائیل؟ دیل ما ها تام هبو، شاید اینا اصلا تو ارس اسرائیل بودن. جایی تو پاسوق نمیگه که اینا از بابل بالا رفتن ارس اسرائیل، الا مه ها. پس از اینجا ثابت میکنیم که ممزریم ها با ازرا بالا رفتن. پاسوق میفرماید تو نخمیا و ال ها اولیم میتل ملخ تل خرشا کروف ادون و ایمر، اشخاصی که بالا رفتن از این محله ها به بابل، ولو یاخلو لهگید بت ابوتام، و نمیتونستن بگن پدرشون کیه، و زرعام و نسلشون، منظور از چه مادری اومدن، ایم اسمی اسرائیل هم، که آیا اینا هستن اسرائیل هستن یا نه. پس پاسول هستن اینا میسافق، چه پسولی درشون هست؟ صافق چیه اینجا؟ تل ملخ یعنی چی؟ تپه نمک. الو بنا آدم شه دومیم معسه هم لمعسه سدوم، اینا اشخاصی هستن که اعمالشون مثل اهالی شهر سدوم میمونه، گیلوی عرایوت درشون هست، همونطوری که پاسوق تورا میگه و انشه سدوم رعیم و خطاییم لحشم معود، اهالی سدوم بد و خطاکار بودن نسبت به هشم، که اینجا بد یعنی با بدنشون و خطاکار با پولشون، که مال سنهدرین میاره. رشی خط اول کوچک میگه که اگه یه مردی میزد به یه زن حامله و بچهش صدق میشد، بهش میگفتن تو باید این زنه رو پیش خود نگه داری و دوباره حاملش بکنی. پس خیلی از انشه صدام اینا با زنوت به دنیا میومدن، که این نسبت به اسرائیل ممزر حساب میشه. گمار میگه شنه هفخا
لتل ملخ، سدومی که تبدیل شد به تپه نمک، حالا یا این بر میگرده به زن لوت که تبدیل شد به تپه نمک، یا گفریت و ملخ صرفا کل ارسا که روی سدوم امورا بارید. تل خرشا زش قره ابا و ایمو مشتقتو، این بچه یه که صدا میزنه پدر و مادر ساکتش میکنه، چون معلوم نیست پدرش کی هست که مهرشا توضیح میده. اینجا تل نمیتونه معنی تپه بده، تل ملخ تپه نمک معنی میده، ولی تل خرشا تپهی که سکوت میکنن معنی نمیده. مهرشا یاد میگیره اینجا کلمه یه تل معنی میده تالوی، سعی میکنه شخص خودش رو ربط بده به این پدره در صورتی که مادره ساکتش میکنه. بعد ادامه پاسخ که میگه ولو یا خلول حگید به تب و تام، نمیتونستن بگن پدرشون کیه به زرعام یا مادرشون کیه، ایم می اسرائیل هم که هستن، اینا اسرائیل هستن یا نه. زهو اصوفی، این یه بچه اصوفیه، شن اصف می نشوق که از بازار گرفتنش جمعش کردن و بردنش خونه، نه پدرش معلومه کیه و نه مادرش. کروب ادون و ایمر، آمر ربی اباهو، ادامه پاسخ میگه آمر ادون حقدش بارخو میگه انی آمرتی ایهو اسرائیل لفانای خشوبیم، من گفتم که اسرائیل جلوی من مهم باشن که کروب مثل ملاخیم ها مثل کروبیم به هم سامو اتمام کن نامر، و اسرائیل ها اومدن خودشون رو تبدیل کردن مثل یک پلنگ. رشی میفرماید که خیازه شنا مقپدت به زوک خبر تا، مثل این حیوانی که اهمیت نمیده بره با زن دوستش. ای کاده امری، بعضی میگن آمر ربی اباهو، میفرماید ربی اباهو آمر آدون حقودش بارخو میگه افل پیش سامو اتمام که نامر، با وجود که اسرائیل ها رفتار میکنن مثل پلنگ، هن خشوبیم لفانای که کروب، هنوز به چشم من مهم هستن مثل کروبی مثل ملاخیم. و از اینجا گمارا یاد میگیری که ممزریم ها با ازرا بالا اومدن. آمر ربا بابا خانا کل هنوسه ایشا شینا هوگنتلو، شخصی که ازدواج میکنه با زنی که براش شایسته نیست، زن پاسول، معلالا و کاتوف که ایلو خراشو لخول هاولام کولو، براش حساب میشه مثل این که اومده رفته شخم زده تموم دنیا رو، اوزرا و ملخ و نمک کاشته بیفایده. شنه امر و ال هاولیم میتل ملخ تل خرشا، اینایی که بالا اومدن از تل ملخ تل خرشا، همون پاسخی که داشتیم، و نمیتونستن بگن که پدرشون کیه مادرشون کیه. و همونطوری که نمک وقتی بکاری بارور نمیشه، چیزی روش نمیکنه، تازه زمینم از بین میبره، همینطور هم شخصی که ازدواج میکنه با زنی که براش پاسوله، هیچ هنائی هیچ لذتی از نسلش نمیبره، بلکه دنیا رو خراب میکنه. آمر ربا پر رو ادا، آمر رو کل هنوس ایشا لشون مامون، شخصی که میزنه پول دار میگیره به خاطر پولش، هب یاندلو پانیم شعنان مهوگانیم، فرزندهایی به دنیا میاره که شایسته نیستن، زن پاسوله پولدار میره میگیره. شنعمر به هشم با گادو، نسبت به هشم تمرد کردن، کی بانیم زاریم یالادو، فرزندهای پاسول به دنیا آوردن. به شما تو مر مامون پالت، شاید هم بخوای بگی خب حالا بچهاشون پاسول خواهند بود، ولی هرچی باشه پولدارن، پولشون باقی میمونه. تلمود رو مردمه پاسوق میگه اتا یو خلم خودش ات خلقه هم، یک ماه تموم پولشون رو دشمن از بین میبره. به شما تو مر خلقو، شاید هم بخوای بگی خب فقط سهمیهی که مال مرد است، یعنی نیخصه سون برزل که زن میاره تو ازدواج و مرده قبول میکنه که همون مقدار رو زمان طلاق بهش بده، ارزشیابی میشه و مرده همون مقدار زمان طلاق بهش میده، ولی اصلش مال مرده است، نقص سون برزل. ولو خلقا، ولی سهمیه زنه نقص میلوک که اصلش مال زنه میمونه، اون از بین نمیره. تلمود لومر خلق هم، پاسوق میگه سهمیه هایشان همش از بین میره. به شما تو مر لزمن مروبه، شاید میگه خب یه عالم ثروت پول در طول داره تا از بین بره. تلمود لومر خودش، پاسوق میگه یک ماه همش از بین میره.
مای مشمع از کجا معلوم که یک ماه از بین میره؟ آمرم نخمان بریز خاق خودش نیخنست به خودش یادسا. یک ماه وارد میشه، یک ماه خارج میشه، منظور از ابتدا تا انتهای ما او مامونام آورد و پولشون از بین میره. و آمر ربا بر رو ادا و هم ریلا باوزی میگن آمر ربی سلا آمر رو همنونا کل هندوس ایشا شعنه و گنتلو. شخصی که ازدواج میکنه با زنی که براش پاسوله الیاهو کفتو، الیاهنوی میاد دست و پاشو میبنده، طریقه ای که دست و پای شخصی که باید شلاق بخوره رو میبندن و عقودش بارو خور رت و عقودش بارو خور با رتسوا میاد شلاقش میزنه. و تانو و ما خوندیم الکولام روی همه اینها کوهنیم ها لویا اسرائیل ها که رفتن زن پاسول گرفتن، الیاهو کتب، الیاهو که ملاخ هبریته میاد مینویسه و قدوش باروخو ختم و قدوش باروخو امضا میکنه. اوی لول پست الت زرع و وای بر شخصی که اومده نسلشو پاسول کرده، اول پوگم ات میشبختو و عیب گذاشته رو خانوادهش، اولونوسه ایشا شنه و گنت لو رفته ازدواج کرده با زنی که براش شایسته نیست. الیاهو کفتو، الیاهو دست و پاش میبنده و قدوش باروخو رتسو قدوش باروخو عنوان بدین شل معلا به شلاق میزنه. و خول اپوسل کسی که دائما میاد اسم میذاره رو خانواده مختلف، میگه این خانواده پاسوله، اون خانواده پاسوله، پاسول خودش پاسوله. و اینو مدبر به شیوخال علام و شخص پاسول نمیاد مده دیگرانو بگه. رشون نگاه بکنید، کل ها پوسل میگدف تامید ات همیش پا خود، شخصی که دائما بدگویی خانواده رو میکنه، هو عظم و پاسول خودش پاسوله. به نوم دبر به شیوخال علام یعنی چی؟ مدت دیگران رو نمیگه. این در کشل پاسول لدبر به شه و خبریوت لعلام، یه شخص پاسول مدت دیگران رو هرگز نمیگه. با امر شموئل به مومو پوسل، شموئل میگه همون عیبی که رو خودش هست رو دیگران میذاره. هاو گورا دمی نهر دعا، یه شخصی از نهر دعا، دعا لبه ایمت به خیار که میره قصابی به پومبه دیتا در پومبه دیتا. آمر لهو ها بولی بیسرا، میره تو میگه به من گوشت بدید. آمروله فروشنده بهش میگه نتر صبر بکن، عدد شاقیل لشمائه درب یهودا بر یه خزقل، تا خدمتکار ربی هودا برای خزقل ما را بندازیم و نتیو لخ و بعدن به تو گوشت میدیم. آمر من یهودا بر شویسقل، گفت کی یهودا بر شویسقل دیگه کیه؟ حالا طبق پشت معمولیش یعنی این گرگران این پرخور کباب میکنه و میخوره، یا طبق مهرشا این طرف بنسوره رو مرس. خلاصه خیلی بدجور به ربی هودا بر یه خزقل میندازه. ده قادیم لی که بر من تقدم داشته باشه، ده شاقل مین قمک قبل از من بگیره. آزلو آمرو لیل ربی هودا، میرن به ربی هودا میگن بله فلانی اینطوری گفته، شمته میذارتش توی خرم. آمرو بهش به ربی هودا میگن راگیل ده قار این شی عفده، این دائما اینو اونو غلام میخونه. اخریز علد عفدهو، جار میزنه ربی یهودا که این طرف غلامه. آزل هاهو از منل دینا قدقمه درم نخمان، طرف میره و ربی یهودا رو دعوتنامه براش میفرسته که بیا تو بدین، بدین رب نخمان. ایت پیت قاد هزمانا، دعوتنامه میاد پیش ربی یهودا. آزل ربی یهودا لقمه درم هونا، ربی یهودا پا میشه میره پیش ربهونا. آمرله رب یهودا از ربهونا میپرسه ازیل اولو ازیل، برم به دین یا نرم؟ آمرله میزل لو میبایه لاخ لمیزل، رفتن واقعا تو وظیفه نداری که بری. میشوم ده گبرا ربعت، چون یه آدم گادولی روششی و هستی، الا میشوم یه قارده بین سیاه قوم زیل، ولی به خاطر کابودی رب نخمن که داماد ناسی بوده دعوتت کرده، باشو برو. آتا ربی یهودا میاد پیش رب نخمان، اشکه خدقا آوید معقه، میبینه که رب نخمان داره نرده میزنه.
اوسو عمله بهش میگه لوسا بر له مهر لهاد آمر روهونا ما بر ایدی آمر شموئل، شما ها را قبول ندارین گفته شموئل رو، کیوان شنیت منا آدم پرنس الهسیبور، شخص وقتی که قرار داده میشه به عنوان رهبر جامعه آسور بسیت ملخا بیفنه شلوشا، که درست نیست یا جلوی سه نفر کار بکنه، خاریه میبیننش، ربایه رو نگاه داره رفته نرده میزنه. البته اینجا رب نخمان این کارو کرد که نشون بده من کار درستی نکردم، شما رب یهودا گادول هدو رو صدا بزنم بیای تو به دین، درست نگاه بکن حساب سر خودم هم دارم اینجا خاری میارم. آمرله بهش رب نخمان میگه پورتا دگوندری تا هو تقا اویدنا، میگه من دارم یک نرده کوچکی اینجا میزنم، به جایی که از کلمه یه معق استفاده بکنه میگه گوندریتا. آمله رب یهودا بهش میگه می سن یا معقه، تو از کلمه معقه خوشت نمیاد، دیختی به اورایتا که تورا میگه او مخیتسا یا بگو حسار ده آمور ربانان، کلمه که خخامین به کار میبرن که یعنی اگه من آدم معمولی هستم بگو مخیتسا، اگه من تلمید خاخام هستم بگو معقه. تو من اینجا تا آدم هم حساب نمی کنی که میگی گوندریتا. آمرله گفت نبا جون ناراحت نباش، یه تیو مر اگر پیتا، شما اینجا بشینید روی این صندلی، به جایی که بگه صندلی یه کلمه قلوم سلومه دوباره به کار میبره. آمرله اومیسان صف سال، میگه تا از کلمه صندلی خوشت نمیاد امور ربانان که خخامین به کار میبرن، او ایتبا یا سکود امر اینشه که ملت استفاده میکنن، چرا با من مثل آدم صحبت نمیکنی؟ آمله لخول مر اترونگا، رب نخمینی میگه بیا رب یودا نارد نماش بیا اینجا یه اتروگی بخور، اترونگا میگه به جای اتروگ. آمله هاخی امر شموئل، شموئل اینطوری گفته کل ها امر اترونگا، شخصی که به جای اتروگ بگه اترونگا تیلتا برموت روخا، یک سومش پر از تکبر. او اتروگ که ده قریو ها ربانان، یا بگو اتروگ طریقه خخامی میگن، او اتروگا ده امر این شه، یا اتروگا طریقه که ملت میگن. آمله لیشت مر انباگا، گفت بیا ناراحت نباش بیا بنوش یکم از این انباگا، یه نوشیدنی بوده که بلای سلامتی می نوشیدن. آمرله میسانی ایسپرگوس ده قری روانان، میگه تو تنفر داری به این کلمه یه اسپرگوس که خخامیم استفاده می کنن، او انپق ده امره این شه، یا بگو انپق طریقه که ملت میگن، یعنی چی انباگا. آمرله تی تی دونگ تشقینان، میگه ناراحت نباش بابا جون بیشین اینجا، دختر من بیاد یه لیوانی بهت بنوشونه، که منظور رب نخمان این بود چون دختر من بزرگ شده تو خانه رشگالوتا، اما با این کلمات قلم به سلم به عادت کردیم، نه اینکه میخوام تو رو ناراحتت بکنم. آمله هاخی آمر شموئل، رب یهودا بهش میگه شموئل اینطوری گفته این میشتمشین به ایشا، درست نیست که استفاده بکنن از زن که بیاد برشون نوشیدنی بیاره، گفت قطناهی و دختر بچه است، میگه بفروش آمر شموئل، بفروش شموئل گفته این میشتمشین به ایشا کلال، از زن استفاده نمی کنن، بین گدولا بین قطنا، چه بزرگ چه کوچیک. نشد در له مر شلاما لیلتا، رب نخمان گفت بیا یه شالومی بفرست برای زن من، یا میخوای سلام منو به زنم برسونی طبقه پشات. آمله آخی آمر شموئل، شموئل اینطوری گفته قول به ایشا اروا، صدای ایشا ارواس. هرشا میگه البته معمولا ما میگیم قول به ایشا اروا وقتی که زن آواز میخونه، ولی احوال پرسی اونم طریقه که زن و مرد به هم دیگه نزدیک میشن، پس احوال پرسی هم بی احوال پرسی. رب نخمان به رب یهودا میگه افشر الیده شالیخ، میتونی غیر مستقیم توسط شالیخ سلام بفرستی که صداش هم نفهمی. آمله هاخی آمر شموئل، میگه شموئل اینطوری گفته این شالین به شالوم ایشا، احوال پرسی زن و حتی توسط شالیخ هم نمی کنن. رب نخمان گفت الیده بعلا،
خب من میتونم شالیخ بشم، شوهرش هم من. آمله ها خیامر شموئل ان شالین به شالوم ایشا کلال. اصلا احوال پرسی از زن نمی کنن و شو میفهمید شما میتوخ شعلت شالوم ایور گیلیم زه ایم زه. شاید از احوال پرسی با هم دیگه عادت بکنن و الیده شلوخام و یاوه او لیده خیبا که اینجا بینشون محبت ایجاد نشه. شال خاله دبیت هو، اینجا زن رب نخمان برای رب نخمان میفرسته میگه شریل تیگره، بابا این طرف رو دینش بکن، رب یودار بفرستش بره دلو نشویاخ که شعر امها ارت، که تو رو با بقیه امها رسای دیگه هم تراز نکنه. بشم بشم نصر و نسلی هفت افعین مدبت رو شروع میکنیم از خط چهارم از بالا. ادامه داستان آمرله رب نخمان بهش میگه، میگه مای شیاته دمر هاخا. حالا رب یهودا برای چی شما تشریف آوردین اینجا؟ آمرله تسقا ده هزمانوتا شادر مر عبت رای، شما برای من دعوتنامه فرستادی بیام دادگاه. آمرله رب نخمان میگه هشتا شوتا ده مر لو گامیرنا، میگه من الان زبون شما رو نمیفهمم. تسقاد هزمانو تا مشدر نال مر، چی بیام دعوتنامه بفرستم برای آقا؟ اپیق دیسقاد هزمانو تا میبی خاده. اینجا میاد رب یهودا این دعوتنامه رو از جیبش میکشه بیرون از زیر بغلش و اخز لبش نشون میده، میگه بیا آمله ها گورا و ها دیسقا، بیا این شخص و اینم دعوتنامه. آمرله میگه به رب یهودا نگاه ها ایل و آتا مرله ها خواهده که شما اینجا تشریف آوردین لیشتا میله، حرفتو به قشنگ جلوی دادگاه بزن که هی خیدلو لمرو مخنفه ربانان احداده، که اینجا فردا روز نیان بگن که این ربایا با هم دیگه چاپلوسی میکنن و پارتی بازی. بیا قشنگ بریم طریقه ای که دادگاه رفتار میکنه. آمرله میتما شمت مرل هاهو گورا، رب نخمان میگه خب شما چرا این طرف رو گذاشتی توی خرم؟ میگه سیر شلیخا در ربانان، به خاطری که شالیخ ربانان رو، منظور رب یهودا رو، منو اومده بود زجر داده بود و نگد مر، میگه خب باید بود بهش شلاق بزنی. درب منگد المند متسعر شلوخا در ربانان، چون رب کسیه که شالیخ ربانان اذیت میکرده شلاق بهش میزده. میگه ده آدیف مینه عبدیله، میگه من بدتر از اون سرشو بردم، به خاطری که شالیخ ربانان که نبوده که فقط اذیت کرده بوده، رابش هم اذیت کرده بوده. میگه خب میتما اخریز مر علی ده عبدهو، میگه خب چرا شما اومدین جار زدی که این طرف غلامه؟ آمله ده راگیل ده قاره این شی عبده، به خاطری که این میره این ور اون ور همه رو غلام میخونه. وتانه و ما تو برایتا خوندیم کل ها پسل پاسول، شخصی که دیگران رو پاسول میخونه خودش پاسوله. و اینو مدبر به شیب خال اولام و مده دیگران رو هرگز نمیگه. و آمر شموئل و شموئل گفته به مومو پسل، هر عیبی که داره روی دیگران میذاره، اگه دیگران رو غلام میخونه پس خودش غلامه. میگه خب ای مرد آمر شموئل لمه خشله، فقط شموئل گفته باید خشاش داشته باشی او دختر بش نده، ولی لاخروز علمی آمر، شموئل گفته اگه کسی میره این ور ور دیگرانو غلام میخونه تو جار بزنی که این طرف غلامه. عده هاخی و هاخی در همین حین و بین آمله هاهو بر دین اون طرف مقابلش که تو دادگاه بود گفت لرب یهودا لدیدی قاریتلی عودا، تو من قرام غلام خوندی؟ ده آتینا می بید خشمانایی ملکا، من از خاندان خشمانایی هستم. آمله گفت هاخی آمر شموئل، شموئل اینطوری گفته کل دامر می ده بید خشمانایی قا آتینا عوداهو، هر شخصی که میاد میگه من از خاندان خشمانایی هستم غلامه. چون هردوس اومد کشت همه بید خشمانایی رو و خودش غلام بود و خانوادش رو به اسم خشمانایی نامید، پس هر کی از این خانواده است غلامه. آمرله رب نخمان گفت لوسا ور لا مرله ها، آیا تو اینو قبول نداری؟ دامر روی ابا آمر رب هون آمر رف کل تلمید خاخام شموره حلاخا، تلمید خاخامی که یه حلاخه ای رو میگه او با و میاد
این قدم معسه امارا، اگه قبل از عمل این هلاخا رو بگه شم این رو هلاخاش مورد قبوله، و این لاو اگه بعد از عمل این هلاخا رو بگه ان شم این رو، اینجا هلاخاش رو قبول نداریم. اگه تو اول که اومده بودی گفته بودی هر کسی که از خانواده خشمانایی بیاد غلامه، قبل از این که طرف بیاد اعلام بکنه قبول داشتیم، ولی این طرف اول بیاد بگه من از خانواده خشمانایی هستم، بعد تو بیای بگی او هر کسی از خانواده خشمانایی میاد غلامه، اینو نمیتونیم قبول بکنیم. آمله ها ایکا رو متنا دقایی که واتی رو بیهوده میگه خب فکر میکنی فقط گفته منه، رو متنا مثل من میگه، رو متنا مثل من قبول داره. میفهمید گمارا رو متنا لخز یا لنهرده آ تلی سر شنی، رو متنا تو شهر نهرده دیده نشده بود برای 13 سال، هویوم آتا همون روز سر کلش تو نهرده پیدا میشه. آمله رو یهودا میاد به رو متنا میگه داخیر مر می آمر شموئل، آیا به خاطر میاری که شموئل چی گفت؟ کی قا خدا کر آگودا، وقتی که یه پاش قرار گرفته بود لبه رود و خدا کر آب مبارا و یه پاش قرار گرفته بود روی این قایقی که از این ور میبرن اون ور. آمله هاخی آمر شموئل، گفت شموئل اینو گفت کل ده آمر میده بید خشمانایی ملکا قا آتینا افداهو، هر کسی که بگه من از خانواده پادشاهایی خشمانایی هستم این غلامه، دلو ایشتیور مینیهو الههی راویتا، چون هردوس از نسل خشمانایی کسی رو باقی نذاشت بذاشت به جز یه دختری که اونم ده سل قال ایگرا، اونم رفت بالای پشتبون و رمیا قالا و صداشو بلند کرد و امرا و گفت کل ده آمر میبید خشمانایی انا افداهو، هر کسی که بگه من از خانواده خشمانایی هستم غلامه، نافلام ایگرا او میتا، از پل پشتبون خودشو انداخت پایین و مرد. اخروز آلد افداهو، اومدن جار زدن که بله این طرف غلامه. هاهو یوما همون روز ایقران کما کتوبا تا به نهرده آ، چندین ها کتوبا توی نهرده آ پاره شد، زنهایی بودن از اون خانوادهایی که روشون شکه و باید دوده از شوهراشون طلاق بگیرن و شوهره هم لازم نیست که تو این زنها رو بدن، اگه از این خانوادهایی هستن که روشون شکه معلوم نیست کاشرن یا نه. مهرشا میگه نه فقط زنها حتی مردها بودن که از اون خانواده بودن. به هر حال کینتقا نافیق، وقتی که داشت ربی هودا از نهردا میرفت خارج بشه، نفقه ابتره لمیرگمه، اهالی شهر اومدن رفتن دنبالش که سنگسارش بکنن. آمر لهو ربی هودا بهشون گفت ای شاتیقو شاتیقو، اگه سکوت کردید که خب سکوت کردید، و ایلو وگرنه مگلینا علیخو، من آشکار میکنم نسبت به شما ها دامر شموئل، این گفته شموئلو ترتی زر آیاتا ای کاب نهرده آ، دوتا خانواده هستن در نهرده آ، خدا میقر یا دبی یونا، یکیشون خونده میشه از خانواده کبوتر و خدا میقر یا دبی اورفتی و یکیش خونده میشه از خانواده کلاق، و سیماناخ و علامتش اینه که تامه تامه تاهر تاهر، اون که از خانواده یک کلاغ میاد تامس کلاغ پرنده ناکاشر، تاهر تاهر اون که از خانواده پاک میاد از یونا میاد اونی که خانوادهش پاکه. اگر شما ساکت شدید که خب، وگرنه من اینو همه جا اعلام میکنم، شدیوها لههو ریگما میادیهو، اومدن همه سنگار از دستشون انداختن و اونجا رودخونه نهر ملکا سد شد، و قام اتما به نهر ملکا، رودخونه نهر ملکا سد شد به خاطر این سنگ ها که انداختن، این چقدر از این خانواده های پاسدول بینشون بوده. مخریز ربی هودا به پون به دیتا، ربی هودا میاد جار میزنه تو پون به دیتا، ادا و یوناتان عوده، این خانواده ادا و یوناتان غلام هستن. یهودا بر پاپا ممزره، یهودا بر پاپا ممزره، باتی بر تو ویا
این غلامه. چرا؟ بیرموت روخا به خاطر تکبر زیادش لشاقیل گیتا ده خروته، به خاطری که گتشیخ رورشو نگرفت سند آزادیش، پس هنوز غلامه، نمیتونه با دختر اسرائیل ازدواج بکنه. مخریز راوا به میخوزا، راوا میاد تو شهر میخوزا جار میزنه. بلائ دنائ تلائ ملائ گزائ، حالا اینا یا اسم خانواده است یا اسم محله، کولام لپسول، همشون این محل ها یا این خانواده همشون پاسولن. عمر بی یهودا گوائ گیو اونائ، این گوائ همون گیو اونیا هستن. دور نونیتا همون دورائه هستن که همون نتینای همون نتینیما هستن از گیبونیا. هم عربی یوسف میفهمه در یوسف های بیکوبه، اشخاص محل بیکوبه ده پومبه دیتا، یه دهات کوچک بوده کناره پومبه دیتا، کولام ده عوده، همه شون اینا از قلام ها هستن. هم عربی یهودا هم شموئل اربع مئات عوادیم و امریلا اربعت الافیم عوادیم، 400 تا غلام و بعضی میگن 4000 تا غلام. هایو لول پشخور بن ایمر، همه این اشخاص غلام های این پشخور بن ایمر بودن، یک کاهنی بوده در دوره یرمیا. و کولام نیتمه او به کهونا، همه اینا اومدن رفتن با دختر کاهن ازدواج کردن و قاطی شدن. چرا؟ به خاطری که اربابشون کاهن بوده، تروما میخوردن، به خاطری که ترما میخوردن رفتن گفتن ما کهنی، ما رفتن دختر کهن گرفتن. و خل کهن شیش با ازود پانیم، هر کهنی که میبینی پر روه اینو الا مهم، از همین خانواده این هاست. اما ربعی میفرماید کولهو یاتوان به شورا ده وین هر ده آ، همه اینها زندگی میکنن بین دیوارهای شهر نهر ده آ. او پلیگا در ربی الازار و بحث میکنه این با ربی الازار، دام ربی الازار ایمرایی تا کوهن به ازوت متزخ، که میگه اگه یه کوهنی میبینی که این پر روه علت هر هر آخراف، فکر نکن بعدش که بگی بخوای بگی پاسوله. شنمر و امخا کیم ریوه کوهن، قوم تو مثل این کوهن ها هی نزاع میکنن، یعنی اگه کهن پر رو هم که باشه این هم نسل اسرائیله. آمر ربی آبین بر رب ادا بر آمر رب کل هنوس ایشا شنا و گنت لو، شخصی که میره ازدواج میکنه با زنی که براش شایسته نیست، که شا قدوش بارخو مشته شخیناتو، وقتی که دوره ماشی اخا قدوش بارخو شخیناشو روی اسرائیل قرار میده، معید الکل اشواتیم، شهادت میره میده روی تقدس همه خانواده ها. و این معید الاب، روی این طرف که رفته زن پاسول گرفته شهادت نمیده. شنه مرد همطوری که پاسوق میفهمید شیوتیاه ادوت دل اسرائیل شواتیم هشم، این شهادت برای اسرائیل ها. اماتای هوه ادوت دل اسرائیل، که یکی حقادش بارخو شهادت میده روی این اسرائیل که نسل درسته، بیزمن چه هشواتیم شیوته، یا اگه رفته زن کاشر گرفته ولی گرفته زن پاسول گرفته دیگه شیوته یا نیست. ایش و ایشا زاخو شخینا و نهم، وقتی که چی؟ زن کاشر باشه. آمر ربی خاما به ربی خنینا، که شه حقادش بارخو مشر شخینا تو، وقتی که عقادش بارخو شخیناشو رو اسرائیل قرار میده، این مشر الا ال میشباخوت میوخاسوت چه به اسرائیل، فقط قرار میده روی خانواده های کاشر اسرائیل و حتی گریت صدق. شنه مر با ا تهین اوم هشم، عقادش بارخو در اون زمان میفرماید احیه للوهیم لخول میشباخوت اسرائیل، خواهم بود خداوند برای تمام خانواده اسرائیل. لخول اسرائیل لو نعمر، نمیگه برای همه اسرائیل ها، الا لخول میشپه خود اسرائیل، بلکه برای خانواده های اسرائیل، بعد خانواده کامل و درست باشه. و هما یهیو لیل عام، و اونها خواهند بود برای من مثل قوم. آمر ربا برب هوناین ادامه پاسوق زو معله یترایش بن اسرائیل لگریم،
این درجه اسرائیل ها رو از گرها بالاتر میبره. دیلو به اسرائیل کتی و هو و هاییتی لاهم للوهیم، چون در مورد اسرائیل ها گفته اول من خواهم بود خدای اونها و هم ایهیو للعام، و بعدن اونها خواهم بود قوم من. اول قدوش بارخو اینجا به حساب خودشو نزدیک میکنه. و ایلو به گریم کتیف، در صورتی که در مورد گرها پاسخ میگه می هوزه آرب ات لیبو لاگشت الین او هشم، کیه که اومده قاطی کرده قلبشو که نزدیک بشه به من. هشم میگه ویهیتم لیل آم، و اول میاد میشه قوم من و بعد و آنوخی احیه لخم للوهیم، من میشم خداش. اول اون باید قدم اول بیاد برداره و من میشم خدای او. آمر روی خلبو، میفهمد روی خلبو، قاشیم گریم لیسرائیل که سپخت، گرها سخت هستن برای اسرائیل ها مثل نگه سارعت. حالا طبق پشت رشی خط آخر میگه شعنام زهیریم به میتسوت، چون در میتسوت دقت نمی کنن، و هارگیریم اطلام نیمشاخیم اطلام و لومدیم ممین معصهم، اسرائیل دیگه یاد میگیرن و کشیده میشن دنبال اعمال نادرست این گرها. در صورتی که ابراهام هگر میگه نه، چون گریم ها میان و روی میتسوت خیلی دقت میکنن، عقدش بارخو میگه این گره اینقدر دقت میکنه تو میسوات، تو چرا نمیتونی به اندازه این روی میسوات دقت بکنی؟ موجب میشه که سر اسرائیل ها ناگواری بیاد. ری میگه از اون طرف میگه چون میان اینا با اسرائیل ازدواج میکنن، اگه درست حالا گر نشده باشن، شخینا فقط روی خانواده های میوخاسوت قرار میگیره، باید اصل و نسبشون درست باشه. شنمر پاسخ میفرماید و نیلوا هگر علیهم، گر میاد به شما میپیونده و نیسپخو ال بیت یعقوب، جمع میشه با خاندان یعقوب. کتیب هاخا و نیسپخو، اینجا میگه نیسپخو، اختیب هاتم اونجا سر نگت سارت میگه لست بلسپخت، حرف از نگت سارت میزنه، از اینجا گمار میگه قاشیم گریم سخت هستند گرا برای اسرائیل مثل نگت سارعت. آمر ربی خاما برخنینا که شاقدش باروخو متهر شباتیم، و وقتی که عقدش باروخو میخواد شباتیم ها رو دوره ماشیخ پاک بکنه، شیفتوش لوی متهر تخیلا، اول شبت لوی رو پاک میکنه. میشه نعمرم طوری که میفهمید پاسوق و یا شب متصارف ومتهر کسف، عقدش بارخو نشسته و داره این نقره ها رو خالص میکنه، تطهیر میکنه، و تیهر ات بنه لوی، و میاد خانواده لوی رو تطهیر میکنه، و زیقق اتام که زهاب و خخاسف، و اونها رو تمیز میکنه مثل طلا و نقره خالص و ناب، به هیول هشم مگیشه مینخا بیستاقا، و اونها میان و قربانی های آردی نزدیک میکنن برای هشم با صداقت. بشم هشم نسل نسلی خط چارم از بالا دفع این آلف عمود آلف هستیم. آمره بیوشا به لوی کسف متهر ممزریم، ممزریم ها میتونن با پول خودشون رو تاهر بکنن. میفهمید رشی همه تمعیم به اسرائیل مخمت مامونام، ممزرهایی که اومدن قاطی شدن با اسرائیل به خاطر پولشون، و هو گرم لهم شیی تهرو، و این موجب میشه که تهور بشن. شل آتید لوا این حقادش بارخو مبدیلام، چون حقادش بارخو در آینده اینها رو جدا نمی کنه. مآخر شنیو دقو با هم میش با خود اسرائیل حربه، چون خیلی از خانواده اسرائیل ها با این ممزرها قاطی شدند. شنه مرم طوری که پاسخ میفرماید و یا شب و متصارف اومتهر کسف، یعنی قدوش بارخو میشینه و ناخالصی هایی که به خاطر پول اومدن قاطی شدن با اسرائیل ها رو خالص میکنه. مای مگیشه مین خوابیست آقا، ادامه پاسخ که میگه اینها قربان آردی میارن با صداقت، یعنی چی؟ آمر روی اسحاق صداقا آس حقادش بارخو ایم اسرائیل، حقادش بارخو
میاد با صداقت با اسرائیل رفتار میکنه. شمیش بخش نیتمه آ که خانواده که قاطی شده با این ممزر و پسولیم های دیگه قاطی شده. گرشی میاره خط دوم کوچک که عقدش بارخو اینها رو جدا نمیکنه. هویلش نیتمه او نیتمه ولی که تامه شدن دیگه تامه شدن. و ربی یهوشع بن لوی سویراله های متهر لاو مبدیل پسول هنگامر. ربی یهوشع بن لوی میگه این که میگه متهر میکنه اونها رو، نه این که پسولیم هاشون رو جدا میکنه، الا متهرام و مخشیرام کولام، بلکه همشون رو کاشر میکنه. گوفا میفرماید امر به یهودا امر شموئل کل ارسوت ایسال ارس اسرائیل و ارس اسرائیل ایسال بابل. رعب دف سامخ تت عمود بت به ما گفته بود که تموم سرزمین ها حساب میشن خمیر نسبت به ارس اسرائیل. ارس اسرائیل آرد اعلاه و ارس اسرائیل ایسال بابل، ولی ارث اسرائیل هنوز نسبت به بابل خمیر حساب میشه. حالا یا طبق رشی خمیر یعنی مخلوطی از آرد و آب و نمک، همه چی توش قراقتی تموم اصل و نسبها، یا طبق مهرشا از خمیر یه چیز بخوای جدا بکنی خیلی سختره تا از آرد، ولی بابل اصل و نسبش اعلاتره از ارث اسرائیل. بیمی ربی بی قشول اسود بابل ایسال ارث اسرائیل. دوره ربی میخواستن بگن که بله بابل خمیر حساب بشه نسبت به ارس اسرائیل. میفهمید رشی بقشول اسود بابل ایسا لحخزیق میش با خود ارس اسرائیل میوخسود. میخواستن بگن خانواده ارس اسرائیل همشون اصل و نسبدار هستن و لیبدوق آخر میش با خود بابل کل هباییم لیسا میشام ایشا، و هر کس که از بابل میخواد بیاد ارس اسرائیل زن بگیره باید فکر و فامیلشو چک بکنن. آملاهن ربی بهشون گفت قدسیم اتم مسیمیم لی بن اینای، شما دارید خار قرار میدید بین چشمان من. ربی خودش بابلی بوده و گفت بهشون که رتون خم یتاپل ایما خم ربی خنینا بر خاما. اگه میخواید ربی خنینا بر خاما جواب شما رو بده. نیت پل ایما هم ربی خنینا بر خاما و امر لاهم، باشون در افتاد ربی خنینا بر خاما و بهشون گفت کخ مقوبلنی و ربی اشمائل، من مسورا دارم از ربی اشمائل و ربی یوسه شامر میشوم آویم که از قول پدرش گفته کل اراسوت ایسال ارس اسرائیل، همه سرزمین ها خمیر حساب میشن نسبت به ارس اسرائیل. ارث اسرائیل ایسال بابل و ارث اسرائیل خمیر حساب میشه نسبت به بابل. مسیوت اینه که اینایی که تو بابل هستن اصل و نسبشون درستره و شما نمیتونید این واقعیت رو عوض بکنید. بیمه ربی پینخاس بیقشول اسود بابل ایسال ارث اسرائیل، باز دوره ربی پینخاس میخواستن بابل رو بکنن خمیر نسبت به ارس اسرائیل. هر کی از بابل میاد میخواد زن بگیره ارس اسرائیل، اصل و نسبش رو چک بکنن. امر لهم لعوادا، اومد ربی پینخاس به غلاماش گفت که شعنی عمر شنه دواریم به بیت میدراش، تا من دو تا هلاخات تو بیت میدراش گفتم تالونی به عریسا، منو سوار تخت خوابم بکنید و روتسو و بدوید فرار. من آشکار خواهم کرد که خانواده پاسول بینشون هست ولی نمیخوام وایسم اونجا بخوام بینشون جدا بکنم که کدوم خانواده پاسوله. تا من دومین هلاخا رو گفتم من رو فراری بدید. کی عیل وقتی میره بهت میدراش آمر لاهم را به پینخاس میگه این شخیتا لعوف مین هتورا، این که پرنده رو باید شخیتا بکنن از تورا نیست. میدربانانه که یکم حواسشون رو تو این حلقه پرت بکنه تا دارن فکر این حلقه اولی رو میکنن حلقه دومی رو بگه و پا به فرار. عدیت وی و قام عین ای با، در حینی که نشسته بودن تلمیدیم و داشتن تو عمق حلقه اولی میرفتن آمال لهو بهشون گفت کل اراسوت ایسال ارس اسرائیل، همه سرزمین ها نسبت میشن عیسی نسبت به ارث اسرائیل و ارث اسرائیل ایسال بابل، ولی بابل اصل و نسبش حتی از ارث اسرائیل هم بهتره.
نتالوهو و عریسا، تا اینو گفت غلاماش اینو انداختنش تو تخت و وراتسو پا به فرار دویدن رفتن. راتسو اخراو شاگرت هم اولی کم تو فکر این حلقه اولی بودن، بعدش میدونن دنبالشون و ولو هیگی اوهو، ولی بهشون نمیرسند. میخواستن ازش بپرسن خانواده پاسول کیه، نمیرسن بهش. خودشون یاش و اوبادغو میشینن و چک میکنن ببینن کی خانواده پاسوله ادشهیگی و لسکانا، تا اینکه میرسن به خطر اوپرشو و جدا میشن. رشی وسط صفحه لسکانا میگه لیفسول میش با خود انشه زرو شه یه هرگوم، وقتی که باید بوده خانواده های قلدور که میگیرن اینا رو میکشن پاسول بکنن جدا میشن و هیچی نمیگن. آمه ربی و خانان، میفهمد ربی و خانان، هخالا قسم به هخال به یاد نوحی، این دست ماه. رشی میگه لگلوت پسول میش با خود ارس اسرائیل، که آشکار بکنیم چه خانواده ای تو ارس اسرائیل پاسوله. اول ما اعسه شعره گدوله هدور نیتمه او با، ولی چیکار بکنیم گدوله هدور هم با این خانواده پاسول قاطی شدند. ساورلا که ربی اسحاق، ربی یوحنان مثل شیطه ربی اسحاق میره، دام ربی اسحاق میش بخواشه نیتمه آ نیتمه آ، خانواده های ممزار و پاسول که قاطی شدن و اسرائیل ها دیگه قاطی شدن، لاتی دلوا قدش بار خود دور ماشیخ اینها رو جدا نمی کنه. امر ابیه افعنان نامیتنینا، می فهمد ابیه ما هم همیتور یاد گرفتیم که خانوادهی که تامه شده دیگه تامه شده. میشبخت به تدس ریفا هایتا به ایور هیردن، خانواده کاشری به اسم به تدس ریفایی بوده اون طرف یردن، و ریخقاه بن سیون بیز روه، و یه آدمی به اسم بنسیون میاد به زور این خانواده رو پاسولش میکنه، جار میزنه کسی با این خانواده ازدواج نکنه. از اون طرف اود اخرت های تایی خانواده پاسولی بوده و قربا بنسیون بیزروا، بنسیون به زور میاد میگه نه این خانواده خوبیه بهش دختر بدید، که گون الو چنین خانواده هایی الیاهو با لتمه اول تهر لرخه قول غارب. الیهو هنوی در آینده میاد و مشخص میکنه که کدوم خانواده ها تامه هستن کدوم طاهر هستن، یه سری رو دور میکنه یه سری رو نزدیک، که گون الو دید این، فقط خانواده هایی که میدونیم کی تامه است کی طاهره رو الیهو هنوی میاد دور و نزدیک میکنه. اول میشباخاش نیتمه آ نیتمه آ، ولی خانواده ای که تامه شد و رفته با پاسول ممزر ازدواج کرده عقدش بارخو اونها رو کاری نداره، آشکار نمی کنه. تانا همینطور ما خوندیم اود اخره تایی تایی خانواده دیگه ای بوده که اینو بنسیون میاد و نزدیکش میکنه، ولو راتسو خخامیم لگل لوتا، و خخامیم نمیخواستن آشکار بکنن که با جون این خانواده تامه است. اول خخامیم مصریم اوتو لیونه هم اول تلمیده هم پعمه خطبه شابوه، ولی خخامیم ها می اومدن هر 7 سال یک بار می سپردن به پسراشون و به شاگردهاشون که بله این خانواده عواستتون باشه تامس باشون ازدواج نکنید، و هم ریلا و بعضی میگن پعمه ایم به شابوه هر 7 سال 2 بار. آمرم نخمان و ریسخاق میسته برای که مندامر پهم اخد به شابوه، جور در میاد طبق مندامری که میگه هر 7 سال یه بار، که دتنی همونطوری که ما تو برایتا خوندیم هرنی نازیر ایملو اگله میشباخوت، یه شخص اومد و ندر کرد گفت من نازیر بشم اگه این خانواده پاسول آشکار نکنم، یه نازیر ولو اگله میشباخوت نازیر بشه ولی خانواده پاسول رو آشکار نکنه. پس باید بگیم که این خخامیم هم هر 7 سال یک بار پسولیم ها رو به تلمیدیمشون آشکار میکردند و نه هر 7 سال 2 بار. آمر ربا ببر خانا، آمر ربی و خانان شم بن اربع اوتیوت، اسم حقدوش باروخوی 4 حرفه یود که واو که خخامیم و مصرین اوتول تلمیدهن پمخت به شابوه، خخامی می اومدن اینو هر 7 سال یک بار به شاگردهاشون می سپردن، و امریلا پعمه این به شابوه، و بعضی میگن هر 7 سالی 2 بار. آمرم نخمان بر ایسخاق میستا برا که من دامر پعمه خد به شابوه،
جور در میاد طبق مندامری که میگه هر هفت سالی یک بار. دیختیو ز شمیل اولام، میگه این اسم من تا ابد بدون واو نوشته شده، کلمه یه لعلام لعلم کتیو میتونیمش بخونیم، لعلم که یعنی پوشیده، که بیشتر از یک بار در هفت سال آشکارش نمی کنن. راوا ساور لمیدرشه به پیرقا، راوا فکر کرد که بیاد این اسم چار حرفی هشمو تو شیعور دارش بکنم یاد بگیرن. آمله ههو ساوا، یه پیرمردی بهش گفت لعلم کتیو، لعلام بدون واب نوشته شده که یعنی پوشیده، نباید دارشش بکنی. ربی اوینا رامی، ربی اوینا قشم میپرسه کتیو ز شمی، یه جا پاسخ میگه این اسم منه، اختیو ز زیخری، یه جا نوشته این یادی از منه. وقتی میگه اسم منه یعنی آشکارش بکن، وقتی میگه ذکر منه یعنی آشکارش نکن. میگه آمر آقادش باروخو لو کش انینی خطب انینی قرا، طریقی که اسم من نوشته میشه به همون طریق خونده نمیشه. نختاب انی به یود که، اسم من نوشته میشه یود که واو که، و نقرا به الف دالت، و خونده میشه امونای، طریقی که ما میخونیم. مهرشا میگه تو علم هزه اسم قدوش بارخو ادنوت خونده میشه میدت دین، و میدت هارخمیم یود که واو که نوشته میشه. تو علم هبا کولو رخمیمه نوشته میشه و خونده میشه یود که واو که. و از کجا میدونیم که این ادونای میدت هدینه؟ میگه آلفش میشه روششانا، یودش میشه یوم کیپور، وسطش میمونه دال دنون که یعنی دین. تانو ربانان باریشونا شم بن شتیم اسره اوتیوت هیوم اسری نوتو لخول آدم، در ابتدا اسم دوازده حرفی هشمو به همه میسپردن. میشه رابو هپاریتیم، وقتی که اشخاص بی حیا زیاد شدن و این کلمه رو برای موضوعهای خل به کار میبردن، هیو مسریم اوتو لتنو ایمشه به کهونا، فقط اینو میسپردن به کهنهای با شرم و حیا، که در حین اووردن قربان تامید شل شخر بیرکت کنیم که میگن استفاده کنن. پس بعضی از کهنها میدونستن، بعضی از کهنها نمیدونستن. و حد سنو این شبه کهونا، و اون کهنهای باهیا که میدونستن این اسم رو، مولیم اوتو به نعیمت اخهم هکوهنیم، این رو میبلعیدند، یعنی خیلی تند و با صدای آروم، در حینی که کهنهای دیگه اسم چهار حرفی اقادوش بارخو رو میگفتن ادونای، اینها اسم دوازده حرفی رو تند و آروم میگفتن. تن یا ما خوندیم ما بروی ترفون پم اخت آلیتی اخر اخی ایمیل دوخان، یک بار همراه برادر مادرم رفتم بالای دوخان، اونم کهن بود، و هیتتی ازنی اتل کهن گادول، و گوشمو کج کردم ببینم کهن گادول چی میگه. و شامعتی شهیولی عشم به نعیمت اخاف هکوهنیم، و شنیدم که داره این اسم دوازده حرفی هقادوش بارخو رو میبلعه، که منظور به تندی و آروم میگه، در حینی که کهنهای دیگه اسم چهار حرفی رو میگن. آمر ربیود آمر رب شم بن ارباییم اوشتاییم اوتیوت، اسم چلو دو حرفی هشم ان مصرین اوتو الا لیمیشت سانووا، اینو نمیسپرن مگر به شخصی که با حیا محجوب باشه، به آناب و فروتن، به امید و خدسی یاماو، و دقل نصف عمرشو کرده باشه. و از اونجایی که پاسخ تو تهیلی میگه یمشن و تنو با هم شیو ایمشانا، یعنی از 35 ساله، و اینو کوئس، کسی که عصبانی نمیشه، و اینو میشتکر و مست نمیکنه، و اینو معمید علمی دوتاو، و کسی که رو خصلتش نمی ایسته و گذشت داره، و خل حیود او و هزاهیر با، و کسی که رازشو می دونه و دقت میکنه محل و طریقه استفاده اون رو، و همه شمه رو به تاهورا،
و ازش فقط استفاده میکنه زمانی که پاک باشه. آهو لمعلا محبوب نسبت به قدوش بارخو و نخماد لمتا پسندیده این پایین و اماتو موتلت علا بریوت ترسش قرار میگیره روی مخلوقات به نخل شنه علامیم و به ارث میبره هر دو دنیا ها علام هزه و ها علام ها با آمر شمول میشه مده سابا شمول از قون یه پیری میگه بابل به خزقت کشرا اومدت بابل خزاقاش اینه که آدماش کاشرن از شیواد الخاخ بمه نیفسلا تا اینکه آشکار بشه این خانواده به چه طریقی پاسول شده. اگه مطمئن نیستی خانواده کاشریه. شعر ارزاد به خزقت پسول هن امدت اگه میخوای یه دختر بگیری از بقیه سرزمین های دیگه خزاقش اینه که اینا شاید پاسول باشن. از شیواد الخاخ بمه نیفسلا تا اینکه بلی شجر نامشون رو بری جستجو کنی ببینی آیا اینا کاشر بودن یا نه. ارس اسرائیل مخساق لپسول پاسول. تو ارس اسرائیل اگه شخصی خزاقه داره که پاسوله پاسوله، مخساق لکاشر اگه خزاقه داره که کاشره کاشره. گمان میگه ها گوفا قشا این حرفی که زدی توش تزاده. امرت مخساق لپسول پاسول. تو اول میگه اگه خزاقه داره که این طرف پاسوله پاسوله، یعنی ها ستاما اگه نه خزقت کشروت داره نه خزقت پسول کاشر کاشره. و ها در تانی بعد بر میگرد و میگی مخزاقل کاشر کاشر، اگه خزقت کشروت داره کاشره، یعنی ها ستاما اگه هیچ خزاقی نداره که کاشر یا پسول میشه پسول. تزاده آمرب هونا بر تخلیف ها میشه به درب لغش، یا هیچ تزادی هم اینجا نیست. کان لحسی او ایشا اینجا بستگی داره. اگه میخوای به این طرف دختر بدی اگه خزقت کشروت داره میگیم کاشره، ستم میگیم برو بدیقا بکن قبل از این که بهش دختر بدی. در صورتی که کان این که گفتیم خزقت پسول پاسول ولی ستمش کاشره، لحسی ایشا میاد و وقتی زن گرفته ما نمیگیم بگیم آه چون تو خزاقا نداری بیا طلاق بده تا بریم چک بکنیم. نه، اگه خزقت پاسول داره میگیم باید زن تو طلاق بدی، ولی اگه هیچ خزاقی نداره ستم میگیم کاشه رو میتونه با زنش بمونه. این آلف عمود بت خط دوم. آمرم یوسف کل شسیخاتو به بابل مسیحین لو ایشا، هر کسی که لهجه بابلی داره یعنی این اصل و نسب داره و بهش یه دختر درست حسابی میدیم. و هایید ناده ای کارمه، ولی امروزه که اشخاصی هستن میرن لهجه بابلی رو یاد میگیرن خیشینا نگران هستیم که شاید این پاسول باشه باید چکش کنن. زئیری هواقا میشتمیت مینه دربیوخانان دهوه آمرله نصیب برتی. زئیری همیشه فرار میکرده از رب یوحنان که هی بهش میگفته بابا دختر منو بگیر. میفهمید رشی ولو یا خافت، نمیخواسته زئیری دختر رب یوحنان رو بگیره با میپنه شهی مئرس اسرائیل و هو هایا می بابل، به خاطری که زئیری از بابل بوده رب یوحنان از ارس اسرائیل، چی برم دختر اسرائیلی بگیرم؟ نمیخواسته. یوم آخر یک روز حبوغا آزله به اورخا داشتن زئیری و رب یوحنان در راه می رفتن. ما تو لعرق ماد میا می رسن به یه محلی که آب جمع شده. ارکبل رب یوحنان ا کتفه، زئیری میاد رب یوحنان رو کتفش سوار می کنه که از این آبه عبور بده. و قام عبر له داشته عبورش می داده. آمر له رب یوحنان میگه اوریتان کشرا، تورای ما کاشره، بناتین لو کشرین، دخترمون کاشر نیست. ماشی خط سوم میگه اورایتان کشرا، براتین لو کشرا، تلمیدی اتا تو شاگرد منی و توراتی کشرا لخا، تور من برات کاشره که منو رو دوشت میذاری، او بیتی نه خخافه دختر منو نمیخوای بگیری. مای در تا فکرت چیه ایلیما میدیتونن اگه به خاطر اینه که ما تو میشناخونیم ازارو یوخزین آلومی بابل، 10 تا اصل و نسب مختلف از بابل بالا اومدن، کهنه لویه
کوهنا و لویا و ممزرا و ناتینها و همه اینا اومدن بالا و میخوای بگی خب تو بابل ها هیچ پسولی نموند؟ آتو کوهن لوی و اسرائیل کولهو سلیقو، چی کوهن ها لوی و اسرائیل همشون بالا اومدن؟ نه، کیه خید ایشتیور مهانی، همونطوری که از کوهن ها لوی و اسرائیل ها تو بابل موندن، ایشتیور نامی مهانی از اون پسولیم ها و ممزره هم تو بابل یه سریشون موندن. میفهمید گمارا ایشتمیتته. ربی یوحنان اینجا چشم پوشی میکنه هاد آمر ربی الازار از گفته ربی الازار که گفته بود لو آلا ازرا می بابل، که ازرا بابل رو ترک نکرد، عدش اصا آه که سولت نقیات این که تبدیلش کرد به آرد اعلا و آلا و بعدن رفت، یعنی هیچ پسولی رو تو بابل باقی نگذاشت. پس زئیری رفتارش درست بود که نمیخواست دختر ربی یوحنان رو بگیره. اولا ایقلال پومبدیتا، اولا پا میشه میاد پومبدیتا لبی رب یهودا، میاد خونه رب یهودا، خزیل رویز قاق بره در رب یهودا دگادل و لو ناسیف. میبینه چی؟ دخ پسر رب یهودا بزرگ شده 18 سالشه و هنوز زن نگرفته. وای آمر لبش میگه میتما لقا من سیبله مر ایت تاله بره. اولا به ربی یهودا میگه خب چرا آقای ربی یهودا برای پسرت یه زنی نمیگیری؟ پیر شد. آمرله میادعنا مهیخا انسیف، میگه مگه من میدونم از کجا برم دختر بگیرم؟ یخوسا معلوم نیست. آمرله آتو انان میاد اینان مهیخا قاتینان، میگه چی تو فکر میکنی ما خودمون میدونیم از کجا اومدیم؟ دیل ما مهان آخ دیختیب، شاید از اونایی که اومدیم که پاسخ در موردشون میگه ناشیم به سیون اینو به طولوت به آره یهودا، که زنها رو اومدن تجاوز بهشون کردن باکره ها رو تو یهودا. به خی تیما، شاید هم بخوای بگی خب عبد کخابیم به عبد هبا البت اسرائیل عبلت کاشر، گوییم یا قولم اگر رابطه داشته باشه به دختر اسرائیل بچه دنبال مادر میره، اینا ممزر که نیستن، اینا کاشر هستن. به دیل ما شاید از این پاسوق مهان اختی اختی بهو، از اشخاصی باشیم که در موردشون پاسوق میگه هشخویم المیتوت شن، اشخاصی که میخوابن رو تختی که درست شده از آج فیل، اوسروخیم الاریسوتام، طبق پشات یعنی دراز میکشن روی تخت خوابهای پر از متکا و بالیشت، ولی اوسروخیم معنی کثیف کردنم میده که الان گمارو توضیح میده، یعنی بچه های ممزر به دنیا میارن، شاید از این خانواده ما باشیم. پس چی میخوای برای پسرت زن نگیری؟ با مرا بیوسه برای بیخنینا الو، اینا کیا هستن؟ اوسروخیم الاریسوتام بنه آدم همشتینیم مییم بیفنه میتوتهم عرومیم، اشخاصی که میان ادرار میکنن جلوی تخت خوابشون بی لباس. اومگدف با ربی اباهو، ربی اباهو روی این پشات خندید مسخره کرد گفت ایهاخی های نودیختی، و اگه فقط خطاشون این بوده پاسوق در مورد اینها میگه لاخن اتا یگلو بروش گلیم، به خاطر این شما اسیر خواهید بود، اولین اسیرهایی که میرن گالوت. چی؟ میشوم ده مشتینیم مییم بیفنه میتوتهم ارومیم یگلو بروش گلیم، به خاطری که میان بی لباس ادرار میکنن جلوی تخت خوابشون به اولین اشخاصی باشن که به اسارت برده میشن و گالوت میرن. الام عربی اباهو، میدونی منظور پاسوخ چیه که میگه اسروخیم الاریسوتام الو بن آدم شه اخلیم و شتیم زه ایم زه، گروهی که میان با هم دیگه میخورن و مینوشن، اومد بیقین میتوتهم زو با زو و میچسونن تخت خوابشون رو به هم دیگه، او مخالفین نشوته هم زلا زه و میان زنهاشون رو به هم دیگه عوض میکنن، او مصریخیم اریستوتا هم و گند میزنن به تخت خوابشون، به شیخوت زرش اناش الهم و شیخوت زرهی که مال خودشون نیست. پس شاید ما از اینها باشیم. چی نمیخوای بر پسرت زن بگیری؟ آمرله هی خی نعوید، ربی یهودا میگه خب چی کار بکنم؟ آمله زیل با ترشتی قوتا، کاری نداره، ببین کدوم خانواده سر و صداش در نمیاد ساکته، از اونا برو زن بگیر،
کیهای ده بدقی به نیمه عرابا، همونطوری که ارس اسرائیلی ها اینطوری چک میکنن، کیمینتسو بیتری به حده حداده، وقتی که دو نفر با هم دیگه نزا میکنن، خازوهی مینیهو ده قادیم به شاتیق، میبینن کدوم یکی از اینها اول سکوت میکنه، امری و اینطوری میگن های میوخاز تفه، این که سکوت کرده اول از بین این دوتا اصل و نسبش بهتره. آمر رب شتیقو تا دبابل هاینوی خوسا، همطورم رب گفته آروم و ساکت بودن تو بابل این علامت اصل و نسب دار بودنه، که ما میپرسه اینی آیا اینطوره؟ به ها ایقل رب لبی بر شافه خلا، یا طبق گیرسه بخ لبی شخلا، رب یک بار واقع میشه تو این خانواده اصل و نسب دار، او با دق بهو و اینا چکشون میکنه، مایلا و بیخسو تا، مگه نه که اصل و نسبشون رو چک میکنه و کافی نیست که اینا فقط آروم باشن، که ما میگه لا بیشتیقو تا، چک میکنه ببینه اینا ساکت هستن یا نه، آخی قاملهو اینطوری بهشون میگه بدوغو ای شادخه ای لو شادخه، چک بکنید ببینید آ اینا ساکت هستن یا ساکت نیستن، نه که میره اصل و نسبشون رو چک میکنه. آمر رب یهود آمر رب ایم را ایتا شنه بن آدم شمیتگاریم زه بازه، اگه میبینی دو نفر که با هم دیگه نزا میکنن، شمت پسولیش به اخاد مهم، در بینشون بدون یکی از خانواداشون درشون پسول هست، و این منیخین و تو لیدبق اخاد به خبرو، و به خاطر همینه که اجازه نمیدن این خانواده با اون خانواده وصلت بکنه. رشی میفرماید این منیخین و تو مین هشامعیم لیدبق به خبرو، از شامعیم اجازه نمیدن که این دوتا خانواده با همدیگه بپیوندن، لکخی تیلو مین هشامعیم مریوا بنهم، به خاطر همینه که از شمعی بینشون نزا افتاده، جنگ و دعوا افتاده، بعضی وقتا عروسی ها اینا به هم میخوره همینه. آمر ربی یوشوع بن لوی میفهمد ربی یوشوع بن لوی ایم رایی تا شته میشپاخوت، اول بن آدم بود مفرد بود، حالا اگه میبینی دوتا خانواده هستن همیت گاروت زوبازو که با هم دیگه جنگشون شده، شمت پسول یش به اخت مهم، بدون یکی از خانواده ها درشون پسول هست، بین منیخین اتا لیدبق به خبرتا، و از شمعیم اجازه نمیدن که اینها با هم دیگه وصلت بکنن. آمرف پاپا سابا میشمد رو، رو و پاپای پیر از قول رو میفرماید بابل بریا، همه اونه که تو بابل زندگی میکنن اصل و نسب دارن. رشی میفرماید میوخست و نقیا، اصل و نسب دار و پاک، یه انگوش رو رشی یه انگوش رو گمارا، میشون میتا، رشی میفرماید میتا ممزریم گموریم کولام، همه شون این میشونیا ساکنان میشون ممزر و عوضشون خرابه. از اون طرف مادای خلا رشی روبام کشریم اومی اوتان پسولیم، مریض هستن، یعنی اکثرشون کاشرن ولی یه تعداد کمیشون پاسول هستن، که خلیم حلال و شروبان لخیم، مثل مریضه که اکثریتشون زنده میمونن. اعلام اهلی اعلام گسست، اینا پای مرگن، رشی روبان پسولیم اومی اوتان کشریم، اکثریتشون پاسولن اقلیتشون کاشر. اومعی بن خلین لگستسین که ما رو میپرسه چه فرقی از بین مریض ها و اینا که پای مرگن، روب خلین لخیم، اکثر مریض ها زنده میمونن، روب گستسین لمیتا، اکثر اونایی که پای مرگ هستن میمیرن، به خاطر اینه که اهالی شهر مادعی که میگه خلا اکثریتشون کاشرن، ولی اهالی شهر اعلام که میگه گسست اکثریتشون پاسولن. ادهی خان بابل، بابل تا کجاست؟ بین رود دجله و فرات، که البته بابله، سوال اینه که به سمت مشرق بابل تا کجا میره؟
رو امر اد نهر ازاق، رو میگه تا رودخونه ازاق، اوشمول امر اد نهر یوانی، شمول میگه تا رودخونه یوانی. لعیل به دیگلات، ما اینجا طبق پشات تصافت میریم جلو، از شمال رود دجله اد هیخا تا کجا؟ رو امر رو میگه اد بگدا و اونا، تا این دو محل بگدا و اونا که رود دجله از بینش عبور میکنه. اوشمول امر اد مشکنه، شمول میگه تا مشکنه، میپرسه که مرا ولو مشکنه بیخلال، آیا مشکنه جزء بابل نیست؟ و ها امر ربی خیا بر ابام شمول، مشکنه هرهی که گلا، مشکنه حساب میشه مثل پومبدیتا، مثل بابل لیوخسین، که اونجا هم اصل و نسب دارن. الا اد مشکنه او مشکنه بیخلال. پس شمول باید بگیم وقتی میگه تا مشکنه، خود مشکنه هم جزو بابل حساب میشه. لتختیت به دیگلت اد هیخا، طبق شیطای توسفت دوباره اینجا از جنوب دیگلات تا کجا جزو بابله؟ مرب شمول اد اپمیا تد تا آ، تا اپمیا پایینی، ترتی اپمیا هویان، اینجا دو تا شهره که اپمیا خونده شده، خدا ایلیتا یکیش بالاتره و خدا تتیتا یکیش پایینتر. خدا کشرا یکیش کاشره، طبق تصفت منظور بالایی کاشره، و خدا پسولا، و اون پایینی دیگه جزو بابل نیست، نسل و نسبدار نیستن. او بن خدا لخدا پرسا، و فاصله بین این دوتا یه فرسخ 4 میله، و قابده احداده، و اینها رو هم دیگه سختگیر هستن، و افیلو نورا لو مشلی احداده، حتی به هم دیگه آتیش قرض نمیدن. و سیماناخ، و علامتی که به خاطر بیاری کدوم به کدومه، ده پسولتا هاد میشتعیا مشانیت، اون پاسولاشون اونهایی هستن که با لهجه میشان صحبت میکنن، و گفتیم میشان متا، همشون اینا ممزر و پاسول هستن. لعیل بیفرات اد هیخا، حالا رود پرات اگه بریم به سمت شمال، بابل تا کجا میره؟ رب امر اد اقراد طول بکنه، یعنی تا اقراد طول بنک، اسم محل اوشمول امر اد گیش را دوی پرات، شموئل که طبق هوامینه اینجا داره اضافه میکنه، میره تا پل پرات که همون گشر رباتیه. و ربی آخانان امر اد معورت ده گیزما، ربی آخانان میگه میره تا معورت ده گیزما. لگیت ابیه، نفرین میکنه ابیه به ایتای ما ربی یوسف، و بعضی میگن ربی یوسف اد رو، روی علامتی که اینجا رو داده، به خاطری که میرن از این اقراد طول بنکه میرن دختر میگیرن بدون این که چک بکنن نسل و نسب این دختره چیه. اینجا قسمتی از بابل نیست که ما میپرسه اد رو لعیت اد شموئل لو لعیت، اینجا روی اونا که دختر میگیرن از اقراد طول بنکه نفرین کرد، روی اونایی که طبق شموئل طبق هوامینا از گش رباتی یا گیش راده به پرات که بالاتر میرن دختر میگیرن رو اونا نفرین نکرد. الا لعیت اد رب و کل شکن اد شموئل، پس باید یاد بگیریم که نفرین کرد رو اونایی که طبق رب میرن از اقراد طول بنکی دختر میگیرن، و صد چندان اگه مثل شموئل برن از بالاتر از گیش راده به پرات دختر بگیرن. این یه جواب. و ای بایی تیمایی، اگه بخوای بهت میگم نگاه بکن، لولم ادرب لعیت اد شموئل لو لعیت، واقعا میتونم بهت بگم که اینجا ابیه فقط روی شیطای رو نفرین کرد ولی نه روی شیطای شموئل. و گیش راده به پرات لتتا اه هوقائه، و این گیش راده به پرات محل شموئل قسمتی از بابل پایین تره از اقراد طول بنکی، و فقط اونایی که روی شیطای رو تکیه میکنن و نفرین کرد.
و ها ایدنا هو دلیوها پرسا امروزه ایرانی ها این پل پرات رو اومدن جابجا کردن و بردنش بالاتر از اغراد طولبنکی، یعنی دوره‌ای که ابی نفرین میکنه اغراد طولبنکی بالاتر بوده، گیشراد پرات پایین‌تر. بعدن اومدن دوباره فارسیان رو برش داشتن، گیشراد پرات رو بردن بالاتر از اغراد طولبنکی.